سوال باز هم ساده، کدام گزینه درست است؟ به اسیدی که هر مولکول آن تنها در آب یک یون تولید میکنه اسید تک پروتون میگه. نه عزیزم، متن کتاب میگه یه یون هیدرونیوم. اگه یه یون هیدرونیوم آزاد کنه من بهش میگم تک پروتون. این غلطه. به فرایندی که در آن یک ترکیب یونی در آب به یونهای مثبت و منفی تبدیل میشه یونش میگن. از دیدگاه همه درسته این جمله، ولی متن کتابت میگه تو حاشیه یونی نیست، مولکولیه. پس این جمله هم غلطه. متن کتاب تو حاشیه اسیدها را بر مبنای میزان انحلال آنها در آب به دو دسته قوی و ضعیف تقسیم میکنن. غلطه. باز متن کتاب میگه بر اساس درجه یونششون به دو دسته قوی و ضعیف تقسیم میکنن. اونایی که درجه یونششون یک قوی ان، اونایی که زیر یک ضعیف محسوب میشن. هر چقدر درجه یونش بالاتر اسید قوی تر. پس گزینه 4 باید جواب صحیح تست باشه. کربوکسیلیک اسیدها جزو اسیدهای دسته ضعیف ان. بله، کربوکسیلیک اسیدها جزو اسیدهای عالی محسوب میشن که اسیدهای عالی جزو اسیدهای ضعیف هستند.